شنبه 13 اسفند یک دوره دیگر از ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید. هنوز نام اعضای دوره بعد مجمع اعلام نشده و البته نام رئیس مجمع که میدونید انتصاب او به عهده رهبر است. اشاره به احتمال اینکه هاشمی رفسنجانی از ریاست مجمع تشخیص کنار گذاشته بشه در تحلیل و تفسیرهایی که اینجا و اونجا نوشته میشه وجود داره. هاشمی رفسنجانی جمعه پیش در ضمن شرکت در رأی‌گیری در انتخابات مجلس شورای اسلامی به احتمال تقلب در انتخابات اشاره کرد. انشاءالله نتیجه انتخابات همونی که مردم میخواهند و رأی که به صندوق میاندازند همون باشه. اگر همون باشه انشاءالله مجلس خوبی خواهیم داشت. تبدیل شدن هاشمی رفسنجانی از فرد شماره دو نظام در دوره آیت الله خمینی به کسی که دیگه به نتیجه رأی خودش هم شک میکنه او رو در موقعیتی قرار داده که ظاهرا نمیخواد یا نمیتونه در هیچ کاری دخالت بکنه، حتی دفاع از فرزندانش در برابر فحاشی‌های خیابونی و تلاش برای به زندان افتادنشون. هاشمی در دوره قدر قدرتیش حکم آیت الله خمینی برای نخست وزیری مهدی بازرگان رو قرائت کرد. به جای خمینی فرمانده کل قوا بود در دوره جنگ در سال 68. با یک سخنرانی کوتاه در مجلس خبرگان رأی اون مجلس رو برای رهبر شدن علی خامنه‌ای گرفت. بحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای. در نماز جمعه بعد از انتخابات 88 آقای خامنه‌ای پاسخ تلاش 20 سال پیش رفسنجانی رو داد. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. کار به جایی رسید که رفسنجانی حتی حاضر نشد در کنار رئیس جمهور محبوب رهبر محمود احمدی نژاد بایسته. این صحنه رو ببینید. دوستان و دشمنان هاشمی رفسنجانی هم در میان اصلاح طلبانند و هم در بین اصولگرایان. همچنان که هیئت دولتش در برگیرنده آدمهای از هر دو طیف بود، از مهاجرانی و خاتمی گرفته تا علی فلاحیان که در دوره وزارتش ترور مخالفان توسط معاون او سعید امامی مدیریت شد. از سوی در دادگاه رسیدگی به پرونده ترور مخالفان در برلین محکوم میشه و در کنار خامنه‌ای و فلاحیان و وحیدی و ولایتی حکم جلبش صادر میشه و از طرف دیگه در نماز جمعه 26 تیر 88 خواهان آزادی زندانیان سیاسی میشه. بسیاری عقیده دارن که هاشمی رفسنجانی مساوی است با تلاش برای قدرت و پول. میلیاردها دلار از محل عدم پرداخت عوارض خزانه دولت منافع بردن و آمدن اینجا ماشین ریگو رو مردم تغییر دادن و بدون که عوارضی پرداخت. این یکی از مواردی بود که به خانواده آقای هاشمی در میگه من سرات اتماعتون که از پاک جنگلی چیزگر تهران، از یک سرگوم جزیره کیش، از چه بدونم کجا رو بگیرم آمد؟ شما فقط بریم استقل فارز خانون، استقل اصلاح فارز خانون فقط روز 100,000 تومن پول هندونه هاش میشه و شرکت نفتی که با امبر خانون رو زده بودن با خواهر آلاوشه می زدن شرکت نفتی تو کانادا میدونم از هر کدومش رو من بخواد بگم اصلا طرح ازان سود بشه هر کدومش رو وارد بشید بهش ناراحت کننده و مشمعیز کننده است. عباس پالیزدار بود دبیر
هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه که البته بعد از این سخنرانی افتاد زندان. بسیار خوانده ایم و شنیده ایم که قصد و تلاش رفسنجانی از ابتدای این بوده است که با رهبر کردن خامنه‌ای خود در ریاست مجمع تشخیص و با کنترل مجلس خبرگان بر همه ارکان نظام نظارت داشته باشه و خامنه‌ای رو هم کنترل کنه و تابع تصمیمات خود، اما چنین نشد. شاید به دلیل آنچه خود رأی بودن خامنه‌ای میگن و تکیه رهبر به سپاه برای جدا کردن سهم و خرج خود از هاشمی رفسنجانی.